اعمال فصل هفتم. آنگاه کاهن اعظم پرسید: آیا اینها راست میگویند؟ استفان جواب داد: ای برادران و ای پدران، توجه بفرمایید. خدای پرجلال و پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین سکونت داشت، یعنی پیش از مهاجرت به حران، ظاهر شد و به او فرمود: وطن خود و خیشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان می‌دهم برو. پس به این ترتیب از سرزمین کلدانیان رفت و مدتی در حران ماند و پس از مرگ پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید آورد. خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد، اما در همان وقت که او هنوز اولاد نداشت به او قول داد که او و بعد از او اولادش را مالک آن زمین بگرداند. پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که اولاده او مانند بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد. و خدا فرمود: اما من از آن ملتی که قوم من بردگان آنها خواهند شد بازخواست خواهم کرد و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند کرد. در همین زمان خدا سنت را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق یعقوب را سنت کرد و یعقوب 12 پسر خود را که بعدها هر کدام پدر یک طایفه اسرائیل شد. فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف را به بردگی در مصر فروختند، اما خدا با او بود و او را از تمام زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود، به طوری که مورد پسند فرعون فرمان روای مصر واقع شد و یوسف فرمان روای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. در این هنگام در سر تا سر مصر و کنعان قحطی پدید آمد که باعث مصیبت بزرگ شد، به حد که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب با خبر شد که در مصر غله پیدا می شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد. در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد. یوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستگانش را که جمعاً 75 نفر بودند به مصر دعوت کرد و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنان را به شکیم بردند و در مقبره‌ای که ابراهیم از اولاد حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند. و چون وقت آن نزدیک می شد که خدا به وعده‌ای که به ابراهیم داده بود عمل کند، قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آن افزایش یافت. بالاخره پادشاهی دیگری که یوسف را نمی شناخت به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنان ظلم بسیار روا داشت، به حد که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند. در چنین روزگار موسی که کودک بسیار زیبا بود به دنیا آمد. او مدت 3 ماه در خانه پدر پرورش یافت و وقت او را سر راه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود. به این ترتیب موسی در تمام فرهنگ و معارف مصر قابل شد و در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد. همین که موسی 40 ساله شد به فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی خود برود و چون دید که مرد مصری با یکی از آنان بدرفتاری می کرد، به حمایت آن اسرائیلی برخاست و آن تجاوزکار مصری را به سزای عملش رسانید و او را کشت. موسی گمان میکرد که هم نژادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات آنان قرار داده است، اما آنان نفهمیدند.
فردای آن روز به دو نفر اسرائیلی که با هم جنگ می کردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت: ای دوستان، شما برادر یک دیگرید، چرا با هم بدرفتاری می کنید؟ مرد گناهکار او را عقب زد و گفت: کی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است؟ می خواهی مرا هم مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسی وقت این جواب را شنید از آن سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. پس از آن که 40 سال سپری شد، فرشته در بیابانهای اطراف کوه سینا در بته سوزان به موسی ظاهر شد. موسی از دیدن آن غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر ببیند، صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت: من خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت. سپس خداوند فرمود: نعلینت را بکش، چون در مکان مقدس استاده ای. البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود دیده و آه و ناله هایشان را شنیدم و برای نجات آنان آمدم. برخیز، تو را به مصر می فرستم. آره، همان موسی را که آنان رد کرده و به او گفته بودند کی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است، خدا به وسیله فرشته‌ای که در بته به او ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و قدرت‌ها در مصر و در راه بحیره احمر اسرائیلیان را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت 40 سال در بیابان عهده‌دار رهبری آنان بود. باز هم موسی بود که به اسرائیلیان فرمود: خدا از میان برادران شما پیامبری مانند من برایتان برمی‌انگیزد. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده خدا را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند. اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه‌اش زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایان بسازد که پیشاپیش آنان بروند و گفتند: ما نمی دانیم موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه شده است. و در آن ایام گوساله ساختند و در برابر آن بود قربانی های بسیار کردند و به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشن برپا نمودند. لیکن خدا از آنان رویگردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت، همانطور که در نوشته های پیغمبران آمده است: ای خاندان اسرائیل، آیا طی این 40 سال برای من در بیابان قربانی کرده اید یا هدیه تقدیم داشته اید؟ نخیر، بلکه شما خیمه ملوک و پیکره ستاره خدای خود رفان را با خود می بردید. آنها بت‌هایی بودند که برای پرستش ساخته بودید. پس شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد. اجداد ما در بیابان خیمه شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا به موسی امر کرد که مطابق آن نمونه‌ای که قبلا دیده بود بسازد. پدران ما در نسل بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته بودند، یعنی وقت خدا اقوام دیگر را از سر راهشان بر می داشت، آن خیمه را به همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان داوود آن خیمه در آنجا ماند. داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود خانه برای خدای یعقوب بسازد، ولی این سلیمان بود که خانه برای خدا ساخت. اما خدای متعال در خانه های ساخته دست بشر ساکن نمی شود، چنان که پیغمبر فرموده است: خداوند می فرماید آسمان تخت شاهی من و زمین پاینداز من است، برای من چه خانه خواهید ساخت؟ استراحتگاه من کجاست؟ آیا دست خود من جمیع این چیزها را نساخته است؟ ای گردن کشان که ذاتن کافر هستید و گوشهایتان کر است، شما هم مثل اجداد خود همیشه
بر ضد روح القدس مقابله می کنید؟ کدام پیغمبر از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که در باره آمدن آن یکتای صادق پیشگویی می کردند کشتند و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. آری شما شریعت را که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردید، اما از اطاعت آن شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم می ساییدند. اما استفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت: ببینید، من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در این هنگام فریاد بلند از حاضران برخاست. آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند و او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند. کسانی که بر ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند. وقتی استفان را سنگسار می‌کردند، او با فریاد گفت: ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر. سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت: آه خداوند، این گناه را به حساب ایشان نگذار.